بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بیننده های گرامی به برنامه تفسیر قرآن کریم از نورین خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخری برنامه با ما باشین. درس امروزه ما از آیه 155 سوره نساء شروع می گردد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبعه كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق الله العظيم. بين انتهاء جرامي. حالا قبل از این که ترجمه و تفسیر این آیات تلاوت شده را حضورتان بیان بکنم، باز هم به مناسبت آیات این درس و آیات گذشته می پردازم. در آیات قبل شرارت های یهود و چگونگی لعن و طعن و سزایی که بر آنان وارد شده ذکر گردید، و در این آیات نیز تفصیلی بعضی جرایم یهود مذکور است. در ضمن این تصور باطل ایشان نسبت به حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام که او را از ظلم و ستمشان زنده نجات داده الله و بر آسمان عروج داده است، و ادعایی که ایشان می کنند که ما حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام را کشتیم و به قتل رسانده ایم و به دار کشیده ایم، همه اینها کلن ادعای دروغ اند، زیرا آن کسی که آنان او را کشته بودند عیسی علی نبینا علیه السلام نبود، بلکه هم شکل او کسی دیگر بود که ایشان به کشتن او تصور کردند که ما حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام را کشتیم. باز هم در این آیات قباحت و ذهنیت نادرست یهود بیان می شود راجع به حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام. بیننده های گرامی، حضرت موسی قبل از حضرت عیسی مبعوث شده، قسمی که شما می دانین که کتاب بعدی الله کتاب اولیش را منسوخ می سازد. زمانی که حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام به پیامبری مبعوث شد، تورات حضرت موسی منسوخ گردید. همه مردم خصوصا همه بنی اسرائیل که حضرت عیسی هم از قوم خودشان بود، حضرت عیسی هم از قوم بنی اسرائیل بود، و در ضمن ازی که بنی اسرائیل بود یک نابغه بود، و در ضمن ازی که بنی اسرائیل بود خارق العاده بود تولدش، پدر نداشت، و خیلی ها جای تأسف بود که این قسم یک پیامبر را انسان تکذیب بکند. اما روی هم رفته بنی اسرائیل همچه یک پیامبر زیبا، همچه یک پیامبری که خارق العاده تولد شده بود و روح خدا بود و فرمان الله جل جلاله بود، بنی اسرائیل آن پیامبر را تکذیب نمودند. با تکذیب نمودن پیامبر علیه السلام که حضرت عیسی بود، بنی اسرائیل که یهودی ها بودند کافر شدند، و در ضمن از اینکه کافر شدند حتی تصمیم قتل حضرت عیسی را گرفتند، تصمیم گرفتند که حضرت عیسی را از بین ببرند، با این که اتهام بسته کردن، به مادرش تهمت کردن، تهمه مادرش را زانیه به مردم معرفی کردن، خود حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام را نعوذ بالله ولد الزنا معرفی کردن و کارهای نادرستی کردن. روی هم رفته خواستن که حضرت عیسی را به قتل برسانن، که مفسرین نشته می کنن که روزی از روزها یهودی ها تصمیم نهایی خود گرفتن، بعد از بد گفتن، بعد از لعن گفتن و طعن گفتن به حضرت عیسی، به مادرش که حضرت مریم بود، اینها تصمیم جدی خود گرفتن که باید حضرت عیسی را از زمین بردارن. مفسرین نشته میکنن که 4000 انسان اطراف خانه حضرت عیسی را محاصره کردن و خواستن که را از بین ببرن. زمانی که اینها حملاور میشون به خانه حضرت عیسی علی نبینا، قسمی که خدای یکتا در آیه 55 سوره آل عمران در اونجا فرمود که حضرت عیسی را اینها نکشتن، اینجا هم میفرمد که حضرت عیسی را نکشتن. اونجا بعضی از اوصافش بیان کرد که تو را من از بنی اسرائیل نجات میدهم و تو را من به پیش خود فرا میخوانم و مرگ تو به دست من هست، به دست یهود نیست. اونجا ثابت شد که حضرت عیسی علی نبینا با آسمان ها برده شده، که اینجا هم
قرآن کریم تصریح میکنه که حضرت عیسی به آسمان ها برده شد. قضیه طوری شد که 4000 انسان وارد خانه حضرت عیسی شد، خواستن که حضرت عیسی را قتل کنن. خدای یکتا خو یک جای دیگه من حضورتان عرض کردم که قرآن میگه که و مکروا و مکر الله، کفار هم تدابیر می سنجن مگر خدا هم به کفایت باقی نمیمانه و مکر الله، خدا هم تدابیر خود می گیرد. یهودی ها 4000 انسان تدابیر گرفتن که حضرت عیسی را به قتل برسانن. خدا یکتا هم تدابیر خود گرفت. چه قسم تدابیر گرفت؟ وقتی اینا حمله آور شدن، حضرت عیسی در اتاق موجود بود. وقتی که کسی داخل شد که ایره بکشد، الله جل جلاله به قدرت کامله خود حضرت عیسی را برداشت و چهره حضرت عیسی را به آدمی داخل شدگی داد. وقتی که وارد خانه شد و آدم که کس نیست، پس برآمد میخواست برای همراهان خود بگوید که کس نیست. برادران و خواهران گرامی، من حضور شما بیان کردم که اهل کتاب خواستند که حضرت عیسی را به قتل برسانند. 4000 نفر اطراف خانه حضرت عیسی را گرفتن، وارد خانه شدن، خدای یکتا به قدرت کاملی خود حضرت عیسی را برداشت و نفری که وارد اتاق شده بود شکل حضرت عیسی را به او انداخت. وقتی که او آدم حضرت عیسی را پیدا نکرد، بر آمد همراهان خودش به قتل رساندن او را، گفتن حضرت عیسی امیس. وقتی که او آدم را به قتل رساندن، اونها خودشان مشکوک شدن، گفتن شکل یزی حضرت عیسی اما دیگه اعضای بدنش حضرت عیسی نه. یک شبهه برشان پیدا شد. شبهه دومی که به اونها پیدا شد ای بود که اگر این حضرت عیسی است، نفری ما کجا شد؟ اگر این نفری ماست، حضرت عیسی کجا شد؟ بناً الله می فرماید که ولکن شبه لهم. امی موضوع قتل حضرت عیسی به یهودی ها یعنی مشکوک شد، در شک افتادن، الی یوم القیامه در شک هستند. بجز این که خدای یکتا در قرآن به ما و شما آگاهی داده که قضیه طور دیگری بود، که آنچه که من میگم قرآن میگد که یهودی ها وارد منزل حضرت عیسی شدن، قبل از این که او را دستگیر کنن، خدای یکتا به قدرت کامل خود برداشت و را به آسمان ها برد و شکلی حضرت عیسی را به اولین انسانی که وارد اتاق شده بود به او داد. وقتی که اونها دیدن که اینمی شکل صورت حضرت عیسی را داد، فورا نفر خودشان را کشتن. نفر خود را کشتن، باز مشکوک شدن، گفتن خواه شکل یزی خود حضرت عیسی دست و پایش فرق میکند. خدای یکتا تنها شکلش به حضرت عیسی داد، حضرت عیسی را شکلش به او آدم داده بود. یک شک در دل از اینها پیدا شد. شک دومی که حضرت عیسی است، خو نفری ما چی شد؟ نفری ما خو گم است، سردرگم است. اگر این نفری ماست، حضرت عیسی چی شد؟ بالاخره اینها هم تو سردرگم ماندن که حالا قرآن به ما و شما بیان میکند. فبما نقضهم میثاقهم، سزایی که به آنان رسید یعنی به اهل کتاب، بما نقضهم، به سبب عهد شکنیشان بود که عهد خدا را شکستندن. و کفرهم به آیات الله، و کفرشان به آیات الله بود که آیات خدا یکتا را کافر شدن. و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و سزایی که به اهل کتاب رسید به خاطر کشتنشان پیامبران را بدون حق. 43 پیامبر را اهل کتاب کشتن. بنی اسرائیل 43 پیامبر را بدون کدام جرم کشتن، که انبیا معصوم هستند، انبیا گناه ندارند، نه قبل از نبوت نه بعد از نبوت. 43 پیامبر اهل کتاب کشتن، که از جمله حضرت زکریا هم دو جمع هست، حضرت یحیی هم دو جمع هست. قرآن میگه و قتلهم الانبیاء بغیر حق، آنچه که به اهل کتاب رسیده علتش کشتن انبیا بود بغیر حق، بغیر حق انبیا را قتل کردن. و قولهم، و حرفشان بود و سخنشان بود که قلوبنا غلف، گفتن قلبهای ما در لفاف است، قلبهای ما در غلاف است. چه معنا؟ یعنی به این معنا که اینقدر اینها گستاخ بودن که به مسلمانان گفتن که جان برادر، هر قدر که تو دعوت بدهی، دعوتی تو در قلبهای ما تأثیر نمی کنه. و قلوبنا غلف، قلبهای ما در غلاف است، یعنی در لفافه است، محفوظ ما گذاشتیم که حرفهای شما به قلب ما تأثیر نمی کند. این دیگه گستاخی که با خدا و با پیامبرش با دعوت اسلامی کردن. و قولهم، و سخنشان، قلوبنا غلف، قلبهای ما در لفافه است، در داخل غلاف است که حرف شما تأثیر نمی کند،
که یک روز تا بیگاه که دعوت بده، دعوت شما به قلبهای ما تأثیر نمی کند. این حرف اهل کتاب به مسلمانان می گفتند. قرآن چه میگد؟ بل طبع الله علیها، پس چنین نیست، بلکه مهر زده الله بر دلهای اونها، آنچه که اونها ادعا میکنن حقیقت ندارد. بل طبع الله علیها، بلکه خدا بر قلبهای اهل کتاب مهر زده. خدا یکتا به قلبی که مهر بزند، دیگه او قلب حق در نمییابد و او قلب دیگر راهیاب نمی شود، دیگر کامیاب نمی گردد. قرآن میگه بل طبع الله علیها، بلکه اونها هرچی دعای می کردن که قلبهای ما در غلاف است، او نیست، بلکه خدا مهر زده به قلبهای از اینها. بکفرهم، به سبب کفرشان خدا بر قلبهای اهل کتاب مهر زده. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ایمان نمی آورند مگر اندکی. که عبدالله بن سلام با راه روانش که چند نفر محدود از راه روانی حضرت موسی علیه نبینا به دین اسلام مشرف شدند، دیگه همی از این به کفر از دنیا رفتن و جایگاهشان دوزخ هستند. و بکفرهم و قولهم، به سبب کفرشان و قولهم و به تهمتشان، علی مریم، به حضرت مریم، بهتانا عظیما، که تهمت بزرگی وضع کردن و تهمت بزرگی کردن به حضرت مریم. چه تهمت بود؟ اهل کتاب نعوذ بالله نعوذ بالله حضرت مریم را زانیه معرفی کردن و گفتن که عیسی علیه السلام از رای نامشروع دنیا آمده. حضرت عیسی را ولد الزنا، حضرت مریم را زناکار معرفی کرده بودن. اینجاست که قرآن میگد که و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، و حرف دیگرشان بر حضرت مریم که تهمت بزرگی کرده بودن که او را زانیه معرفی کرده بودن، حالای که پاک دامن بود. حضرت عیسی علیه نبینا را ولد زنا معرفی کردن، حالایی که او بنده خدا و فرستاده الله جل جلاله بود، او پیامبر بود و او معصوم بود، اما امی معصوم گرفتن ولد زنا معرفی کردن. و قولهم، و حرف دیگرشان که انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، ما کشتیم عیسی پسر مریم را، رسول الله را ما کشتیم. این حرف دیگرشان، من حضورتان عرض کردم که خدای یکتا ایتور یک تکتیکی را به کار برد که نفر خودشان را کشتن و تا یوم القیامه هم حرف پیشان مشکوک است و نمی فهمن که ما چی کار کردیم. و قولهم، دیگه حرفشان که انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ما کشتیم عیسی پسر مریم را که رسول خدا بود. قرآن چه میگه؟ و ما قتلوه، او را نکشتن، و ما صلبوه، او را ددار نزدن، ولیکن شبه لهم، لیکن موضوع به اونها متلبس شد، یعنی مشکوک شد. من حضورتان عرض کردم اولین انسانی که وارد خانه حضرت عیسی گشت، قبل از وارد شدن حضرت عیسی را الله جل جلاله با آسمانها برداشت، بر رفعه الله الیه، قرآن میگه، من نمیگم، خدای یکتا ای را برداشت با آسمانها برد. وقتی که انسانی که در اتاق داخل شد، چهار اطراف دید که حضرت عیسی نیست، میخواست که پس برای بیرون که حضرت عیسی اینجا وجود ندارد. الله جل جلاله به قدرت کامله خود شکل حضرت عیسی را به می آدم انداخت، شکل حضرت عیسی را به می آدم داد، به می آدم وارد شده ای. وقتی که بیرون برآمد، میخواست برای همراهان خود بگوید که حضرت عیسی نیست، ای را مورد شمشیر قرار دادن، مورد نیزه قرار داد، ای را کشتن. ای را که کشتن، دیدن که شکلش خود شکل حضرت عیسی، پاو دست شدیدن که پاو دست حضرت عیسی خود نیست. اینجا یک شک برای از اینها پیدا شد. شک دومی دیگه که گفتن بروین ببینین که امرای ما شما چند، دیواری ما شما چی شد، امی کسی که وارد اتاق شد امو کجاست، که رفتن پاریدن که هیچ وجود ندارد. اوه، اینجا دیگه اینها سردرگوم شدن که خواه اگر ای حضرت عیسی است نفر ما کو، اگر ای نفر ما از حضرت عیسی کو. بینان قرآن چه میگه؟ ولیکن شبه لهم، لیکن موضوع متلبس شد،
مشکوک شد بینها تا یوم القیامه اینها دی شک باقی میمانن. ای وضاحتی که ما براتان گفتم ایره قرآن گفته. یهودی ها به قرآن ایمان ندارن، که ندارن خب پس در شک باقی ماندن. این معلومات خدا به ما تو گفته که ما تو ایمان داریم که خدای ما حضرت عیسی را برداشت با آسمان ها برد و اینها تا روز قیامت سردرگم میگردن. نفر خدا هم کشتن هم ددار زدن و گفتن ما حضرت عیسی را کشتیم. و این الذین اختلفوا فیه، قرآن چی میگد؟ کسانی که در حق او سخنان مختلف میگویند در حق حضرت عیسی، لفی شک منه، اونها در یک شک هستند. بعضی هاش میگفتن که ما حضرت عیسی را کشتیم، بعضی هاش میگفت ما امرای خود را کشتیم، بعضی هاش میگفت که نه ما یکی از راهروان حضرت عیسی را کشتیم. یعنی هر آنچه که اینها میگفتن قرآن چی میگه؟ لفی شک منه، یک شک است بس. در حقیقت اینها هیچ چیز نکردن کار خود، بلکه امرای خود کشتن، نفر خود کشتن و حضرت عیسی صحت سلامت با آسمان ها برده شد. ما لهم به من علم، اینها هیچ علمی ندارن. امی کسایی که تبصره میکنه، کسی میگه ما راهروی حضرت عیسی را کشتیم، کسی میگه حضرت عیسی را کشتیم، کسی میگه ما اندیوار خود را کشتیم، قرآن چی میگه؟ ما لهم به علم، اینها هیچ علم ندارن. الا اتباع الظن، مگر اینها پیروی کردن از یک گمان. و ما قتلوه یقینا، قرآن حالا دیگه تحقیق میکنه، و ما قتلوه یقینا، به تحقیق که حضرت عیسی را اینها نکشتن، بر رفعه الله الیه، بلکه خدا برداشت حضرت عیسی را به سوی خود، برد با آسمان ها. و کان الله عزیزا حکیما، خدا هست غالب و با حکمت. و این من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، یک معلومات دیگر الله در این آیت بیان می کند که اهل کتاب اگر عیسوی هاست، اگر یهودی هاست، عیسوی ها به طور عموم در آخر زمان به حضرت عیسی ایمان میارن. ببینین که اینجا از این آیت هم معلوم شد که حضرت عیسی در آسمان هاست. چی میگه؟ و این من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، هیچ اهل کتاب نیست مگر این که قبل از کشته شدن و قبل از فوت شدن حضرت عیسی به حضرت عیسی ایمان میارن. این قضیه را در حدیث پیامبر علیه السلام بیان کرده. در آخری زمان حضرت عیسی علی نبینا فرود می آید، نازل می شود و همه اهل کتاب که نصاراست همش به حضرت عیسی ایمان میارن و یهودی ها یا ایمان میارن یا کشته میشن. اگر ایمان بیارن نجات پیدا میکنن، اگر ایمان نیاوردن کشته میشوند توسط حضرت عیسی. و در روی زمین بجز دین اسلام دیگر هیچ دینی باقی نمیماند. همین شرق و غربی که شما میبینین، همه از این کسایش که اهل کتاب است به حضرت عیسی ایمان میارن. وقتی که حضرت عیسی پایین می شود، تشریف می آرد، همش ایمان می آرند. و یهودی ها یا ایمان می آرند یا کشته می شوند. قرآن چی میگه؟ و این من اهل الكتاب، نیست اهل کتاب، الا لیؤمنن به قبل موته، مگر این که ایمان می آره به حضرت عیسی پیش از مردن حضرت عیسی. پس معلوم شد که حضرت عیسی نمرده، حضرت عیسی زنده هست، حضرت عیسی تشریف می آرد و اهل کتاب همش ایمان می آرند. و یوم القیامت، و در روز قیامت، یکون علیهم شهیدا، می شود بر آنان گواه. حضرت عیسی به اهل کتاب گواه می شود که ما گواهی می دهم که اینها به ما ایمان آوردن، به کتاب ما ایمان آوردن. برادران و خواهران گرامی، این بود برنامه امروزی که تقدیم حضور شما گردید. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.